بچه ها چطورین؟ خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی خفن دیگه. امروز یه مهمون خیلی خیلی ویژه داریم. بانو سارا خیلی خوش اومدی سارا جون. بانوی موسیقی ایران. به به. سارا جان خیلی 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 خوش اومدی. خیلی ممنونم که تشریف آوردی توی ویدیوی من. خیلی لطف کردی واقعا. قراره که امروز با سارا یه چالش خیلی خفن انجام بدیم و یه چالش خیلی مریض. نمیدونم چرا همچین ایده ای زدی. یه ذره بهم توضیح دادی ولی واقعا با اینکه یه ذره بهم توضیح دادی ولی من واقعا نفهمیدم. الان دوباره توضیح میدم، فقط این سری بفهم سارا. ببین 12 دختر داریم، 12 پسر داریم. خب پسراشون دست تو، پسر رو سپردم دست تو، دختراشون دست منه. بعد رندوم من حالا ریختم تو لیوان اینا رو، منم ریختم تو لیوان. بعد از اینا اینجوری رندوم یه مثلا یه کاغذ زر داریم، بعد مثلا من از این بخش بازی رو میدونستم، این بخش بازی که باید رندوم کاغذ برداریم رو میدونستم. بعد از توش بعد نفر یه کاغذ زریم دیگه، مثلا تو از پسر یه دونه میگی، من از دختر یه دونه، اینا رو بعد با هم شوهر بدیم و در مورد زندگی آیندهشون با هم دیگه بحث کنیم. این که بعد اینا رو با هم شوهر بدیم، یعنی اینا رو بعد با هم مزدوج کنیم، منظورت اینه؟ در مورد زندگی آیندهشون با هم دیگه که بحث خیلی خیلی جنجالی کنیم. بریم. خب بریم، یک دو سه بریم. اول تو برو. براد پیت چه کیسای خوبی. اصلا براد پیت دیگه شوگر محسوب میشه. ترلان پروانه میخوره. براد پیت با ترلان پروانه. خدای ترلان خوشگله. آره. خدایش خوبه. ولی براد پیت سنش خیلی زیاده نسبت به ترلان. ببین خب شوگر به ترلان حساب واسه یه ترلان. آخه عزیزم چرا بعد ترلان بره شوگر بزنه؟ آخه براد پیت سارا. مگه دهنه سری. البته راستی. یارو براد پیت تو میگی چرا بعد بره؟ من به سن و سالش نگاه کردم. آره ولی خب واقعا براد پیت دوتاشون هم که بازیگرن. آره دقیقا به نظرم چیز خوبی میشه. به نظرت بچهشون خوشگل میشه. آره دیگه به هر طرف بره خوب میشه، مگه اینکه به عمش بره. عمش بچه هایی که به عمشون میرن چاق میشن معمولا. بریم بعدی. دنیا جهان بخت. بخته یا بخشه؟ نه اون بابک جهان بخش بود. بها بخته فکر بابا اون بابک جهان بخته. نه بابک جهان بخشه، دنیا جهان بخته. ایرج طهماسب. اوه 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 دنیا جهان بخت با ایرج طهماسب. ولی حاشیه میشد. ببین سمترین کاپل دنیا میشن. ولی به نظرم ایرج طهماسب بابای خوبی میشه برای بچه دنیا. ببین اصلا هیچ جوره اینا با هم نمیخورن. هیچ جوره اصلا. بچهش مؤدب خواهد شد حداقل. خیلی با هم فرق نداره. فکر کنم مثلا با هم دیگه بخوام برن پارتی. ایرج و دنیا. البته دنیا جان وقت ایرج طهماسب رو چیز میکنه. فکر کنم ظاهر مارش اوکی میکنه. البته آره دیگه قطعا عوض میکنه. سرتا باشه جراحی پلاستیک انجام. البته که توهین نباشه. آره کاپلیشون. چون که خب تو بازیش هست میگم دیگه. کاپلشون یه جوریه. خیلی مثل با دوغ بخوری هر چی حساب می‌کنم. ببینید یه چیزایی من تو ذهنم در مورد این دو تا اصلا خیلی سم بود واقعا. این دو تا یه جوری بهم نمی‌خوره. خیلی داره. نمی‌تونم در موردش چیزی بگم. ولش کن. بریم بعدی. آقا پارسا پیروزفر خیلی کراشه. مثلا نمیتونم کنار کسی ببینم. خیلی خوبه. ببینم مثلا دلم نمیخواد پارسا رو کنار کسی تصفر کنم. سینگلم هست از پارسا پیروزفر با بهار رهنما. وای نه حالم بد. وای خیلی سمه. یعنی اصلا هیچ جوره. برای رهنما که با بابای منم رحم نکرده لعنتی. برای رهنما. ببین ولی برای رهنما هم رزومه خوبی داشته. ببین واقعا به این فکر میکنم که مثلا شب پارسا پیروزفر برای رهنما مثلا بغل هم میخوابن، مثلا دعواشون میشه. اون لحظه به نظر چیکار میکنن؟ به نظرم برای رهنما قوی تر عمل میکنن. خیلی قوی تره. بازی رو میبره. بازی رو قطعا میبره. 100% بازی رو قطعا میبره با اختلاف بالا. آره میندازه زیر پاشو تمام. احساس میکنم برای رهنما فتیش داره. فتیش چیز داره از این اینایی که اینجوری دیدی شلاق میگیرن دستشون خیلی شبیه اون است. وای یه لحظه تصور کن برای رهنما رو توی اون برای رهنما بلاکم نکنه صلوات یا اول. احساس می‌کنم این خانمای خشنه و بد نیست این اصلا چیز باحال کوله. من تو دعوا به شدت خشنه ها و زورش هم آره، از همه بیشتره. آره از ایناست که نه از اینا هم هستش که مثلا چیز جذبه داره اخ میکنه خودو خیس میکنه. پارسا پیروزفر ولی بچه مظلومیه واقعا. آره طلا رهنما با پارسا پیروزفر کاپل فوق العاده خوبی ان. بهار رهنما طلا کیه؟ ما را طلا کدوم بود؟ آن یه لحظه اشتباه کردم. آره آره اوکی بعدی رو تو بردار. الناز شاکر دوست. اوه من الناز خیلی دوست دارم، خیلی جذاب. موهین وای وای حالم بد.
خیلی بده الناز مهین واقعا. ببین خیلی داره ناحق میندازه به همه. ببین خیلی آره، ببین خیلی بعد الناز عاشق مهین باشه که باش ازدواج کنه. ببین حتی اگه مهین همه انگشتم واسه الناز خونده باشه بازم نه، بازم نمیشه. بازم به نظر من در حق الناز شاکرده ظلم شده. یا مگر اینکه مثلا خیلی 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 پولدار باشه، یا واقعا دیگه الناز میتونه دیگه کور شده باشه از عاشقی. ببین یه چیزی تو بدونه اینا که مهینو دیدی تا حالا بله الناز شاکرده دوست میشه اولین کسی که بدونه اینا که شو دیده. به نظرت شبا اینا که شو در میاره یا با همون میخوابه؟ یه وقتا احساسی کنم با هم دیگه شبا میکنم نراره. ولی موین واقعا حتی اگه زندگیشم بریزه به پای الناز، الناز خیلی خوبه. ولی به نظرم اگه با هم وارد رابطه شن، رابطه سرشار از آرامشی خواهند داشت. والا بعید میدونم، چون میدونی به هر حال خب موین کم میبینه دیگه، بعد شب موقع خوابم. چرا موین کم میبینه؟ کم میبینه عزیزم، زاویه دیدش خیلی مشکل داره عزیز من. اون عینک تشیز تزیینیه، واقعا فکر می‌کنی اون عینکه مثلا کوره؟ واقعا میبینه؟ میبینه بابا، اون عینکه مثلا چیزشه، برندشه، مثلا ایویس پیرسی که یقش باز. بعد من از چند وقت پیش از موین دیده بودم که بغل دوست دخترش بود، یه دوست دختر خیلی بچه داشت. خب مثلا بعدی رو من بردارم. اوه سردار آزمون. سپیده خواننده. سپیده. آها سپیده. 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 ببین سپیده سردارو میخوره. سپیده سردارو میجوه. میجوه. ببین سپیده از اینا میشه که مثلا شب اسنیفش میکنه سردارو. ببین شب مثلا به سردار میگه عشقم من مثلا میخوام بخوابم، بعد مثلا یو ساعت 2 نصف شب میپیچونه میره دیسکو مثلا میخونه اونجا. میدونی وای میدونی رابطه‌شون مثل کیا میشه؟ مثل بریتنی اسپیرز و این اسقری. آره اسقری. آفرین. ولی من احساس میکنم الکلیه و این موضوع به سردار واقعا آسیب میزنه. ممکنه خیلی مشکل. اگه سردار به خاطر اینکه آره سردار چون ورزش میکنه. آره سپیده الکلیه؟ نه این آرتیست اون حالا شاید بنده خدا الکلی نباشه ولی قطعا سیگاری هست. قطعا این اصلا نمیشه. شک نه. ببین اینا 100% اولین دعواشون سر الکل و سیگاره و مطمئنم سردار به شدت ناراحت میشه، به شدت بهش برمیخوره و اونجا سپیده اعصابش خرد میشه، میزنه لیوان میوان میشکونه. فکر رابطهشون تموم میشه. آره ولی خب به نظرم این دوتا میشه شدنیه با هم باشن. آره ولی 100% سر همون موضوع که گفتی دعواشون میشه، اینو مطمئنم. آره ولی خب در کل که روابط اینچنینی ما دیده ایم. خب بازم نفر بعدی رو من بردارم. ساسی مانکن پروداکشن. ساسی مانکن با ریحانه پارسا. ببین به نظرم ریحانه پارسا و ساسی مانکن خیلی میتونن کاپل خوبی باشن. ببین میبینی چرا خیلی به هم چون که ریحانه یه ذره انتلکتش آنه خیلی و همون قدر ساسی مانکن انتلکتش آفه و اصلا این دوتا کنار هم قرار نمیتونن. ممکنه نه اولین دعواشون سر اینه که این چرت و پرتا چیه میخونی. ولی میتونه مثلا توی موزیک ویدیوهاش هم مثلا کمکش کنه. خب ساسی مانکن توی موزیک ویدیوهاش خیلی از دخترا و اینا استفاده میکنه. خب نه دیگه همون دارم میگم ریحانه انتلکتش آن، ریحانه فاز آرت و هنری و میدونی یعنی اینا هم دعواشون میشه. خیلی دعواش اصلا با هم وارد رابطه نمیشن. همون دیت اول. آره ممکنه همون دیت اول تموم میکنه. این اصلا همسر خود ساسی واقعا برازندش و به هم میان اصلا. به نظرم من کنار کسی دیگه ای ساسی رو نمیتونم ببینم. جانی دپ عرضم به حضورتون سحر دولچایی به شدت به هم میان. ببین ولی بعد از امبر هرد رکود بدیه ولی شروع خوبیه. میدونی چرا؟ ببین الان جانی به یکی نیاز داره که زندگیشو دگرگون کنه و به نظرم من سحر فوق‌العاده است برای این آدم. تو مگه با سحر اوکی بودی که اینجوری میگی؟ شاید سحر تو فیلماش خوبه، شاید تو زندگی ریالیتی مثلا ریالیتی. من خیلی دوستش دارم. من فکر میکنم که خیلی زن قوی و خفنی باشه. ببین من میدونم که سحر واقعا خوشگله ولی خب جانی دب یه بار فهمیده که خوشگلی ملاک نیست. وفا نداره. دقیقاً از امبرهرد زیباتر ما نداریم مثلا توی دخترها و کسایی که تو هالیوودن. همه چی صورتش چی میگن متقارن ترین صورت دنیا رو نمیتونی صورتش پیدا کنی. واقعا به نظر من جانی دب بعد از امبرهرد دیگه باید دنبال اخلاق و معنویات رو آفرین 100%. الان جانی دب به یکی نیاز داره که بهش آرامش بده. سارا جان دقیقاً حالا اون کیه؟ ببین به نظرم سحر خیلی مناسبشه. به نظرم جانی دب اگه قرار باشه بیاد ایران و با سحر دولت شاهی اوکی شه، بهتره که خیلی خوب دور و برش نگاه کنه. خب کی آخه؟ کی آخه آقا جان؟ شما یه نفر رو مثلا
مثلا یه دختر خواننده کم سن و سال که اول اسمش ساراه، اگه یکم بیشتر دقت کنه، یکم بهتر دور و برش رو ببینه، به نظر من کاملا حق با تو عزیزم. ما اصلا اشتباه کردیم. اگه قرار ببین اصلا اگه قرار بیاد ایران واقعا دیگه که واسه من نجیشه میخوام سر سکت شد. نه واقعا سهر نه. برای من پسر من هست علی شادمان. بنده بانو فرشته حسینی هستن. نوید محمدزاده میاد کپی رایت میزنه رو ویدیومون. نه چرا احساس میکنم نوید خیلی غیرتیه. نمی ولی واقعا اگر علی شادمانی توی مثلا فرش قرمز بود به جای اینکه اینقدر بوسش کنه اینکش میده پایین میگفت دقیقاً چون چطوری خوشگله. ولی من خیلی دوستش دارم. علی شادمانم دوست دارم. خیلی دوستش دارم واقعا. آره. خیلی وایبش خوبه. خیلی انرژیش خوبه. آره. ولی ببین فرشته فکر کنم از علی شادمان بزرگتر باشه. اصلا سن ملاک نیست. ببین بین آرتیستا واقعا سن ملاک نیست. ببین آخه ممکنه بعداً دعواشون شه. بعد مثلا فرشته بگه من از تو بزرگترم. مثلا تو چی میگی بچه جون؟ برو پی کارت. آره یه جدی. آره یه چیزی بهت بگم. می‌دونستین نوید محمدزاده و علی شادمان دوست صمیمیه. خب ببین این وسط قطعا یه دعوای خیلی بدی بین علی شادمان و نوید محمدزاده داریم ما. به نظر من علی شادمان خیلی پسر بهتریه تا بخوام چی کاری بکنم. و ببین به نظرتون کدومشون میبره تو این مسابقه؟ قطعا نوید محمدزاده. نوید. ولی من احساس میکنم نوید یه بار بازی رو برده. من احساس میکنم طرفدارای علی شادمان بیشتره. نه خب الان رو بورس دیگه. خب نوید خیلی فیلمای زیاد داشته. خیلی. مثلا من خودم فن نوید محمدزاده واقعا دوست دارم. روز همه فیلماشو دیدم و همه فیلماش هم مثلا شده 10 بار یهو دیدم. خدای قورباغه رو هممون سر نوید محمدزاده دیدیم. ببین قورباغه واقعا خیلی خفنم داره. من سر نوید محمدزاده سریال رو اصلا استارت زدم. که چون میدونستم اون توش بازی میکنه دیدم اگر مثلا خیلی سریال خفنی بود. خیلی هم همه بازیگرای خفنی داشت. ولی چون نوید توش بود ما رفتیم دیدیم. علی شادمان مثلا الان سر یاقی خیلی ترکیده. حالا من یه سوال دارم. نوید محمدزاده و فرشته حسینی توی فیلم قورباغه با هم دیگه اوکی شدن؟ امکانش هست. چون من خودم یه سری از اکسامو باشون سر یه سری پروژه اوکی شدن. به نظر منم اینا سر پروژه با هم دیگه اوکی شدن. بعد اگه مثلا علی شادمان توی سریال قورباغه بود بعد اونجا مثلا چی میشه؟ قطعا اونجا دعوا میشد سارا. بابا چرا بعد دعواش علی شادمان اصلا ممکنه فازی نشته باشه رو فرشته حسینی؟ نه دیگه الان شوهرشون داریم. نه دیگه به این نتیجه رسیدیم که این دو تا آن نمیشن. چف نمیشن. نه نمیشن. حتی اگر هم حسی باشه در حد یک کراش کوچک تو زن. آره بعد میاد داداش نوید میام نوید. آره دیگه میاد داداش نوید نوکر تمام. ولی من یک کراش ریزی زدم رو زنه. بعد همونجا نوید میگه داداش عشق من این چه حرفیه میزنی؟ بیا مال خودت. امیدوارم که از دیدن این ویدیو کلی لذت برده باشین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. مرسی از سارا جان که اومدن توی ویدیو من با من این مهمان. خیلی ممنون سارا جان. قربونت برم. بچه‌ها مواظب خودتون باشید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردید. واقعا ما خودمونم بودیم تا اینجا رو نمی‌دیدیم. واقعا نمی‌تونیم. تا ویدیو بعدی می‌بینمتون. فعلا خدافظ. بدرود.